دوستان عزیز، سلام مجدد خدمت شما. میگه که یکی از چیزهای پیری این فراموشیه. با آقای سجودی صحبت میکردم، ایشون قبلا هم مهمان برنامه ما بودن، ولی من چون امروز توی اسکایپ اسمشون رو ندیدم فکر کردم نبودن، ولی همینجوری تو مغزم بود که من اسم ایشون رو قبلا با اصطلاح شنیدم و باهاشون صحبت کردم. در صورت میتونید ویدیوهای گذشته بیش از یک سال هست که این دوستان هر هفته برنامه دارن، چه در کانون آوا، وبسایت کانون آوا، آوا خط فاصله association.de، چه در تلویزیون مردم صفحه بایگانی روی لوگوی کانون آوا کلیک کنید و میتونید اون ویدیوها رو ببینید. اجازه بدید که خوش آمد بگم به آقای مهدی سجودی. ایشون هم از آلمان هستن و ممنونم که با ما هستید. شما لطف کنید همون صحبتهایی رو که دوست خوبمون آقای تاج بخش گفتن در موردش نظر خودتون رو بگید. اهمیت تشکیلات عراق برای مجاهدین، دلایل مخالفت و کارشکنی در رابطه با خروج نفرات ساکن در لیبرتی و آینده سیاسی عراق و مجاهدین رو چگونه میبینید؟ من ساکت میشم و میکروفون رو در اختیار شما قرار میدم. بفرمایید. من عرض میکنم خدمت بیننده و شنونده عزیزتون، من بحثم از اینجا شروع میکنم. در واقع برمیگردیم به چند سال قبل. باید بگم شروع فروپاشی سازمان مجاهدین و از اونجایی شروع شد که شکاف کوچکی در فروپاشی اشرف به وجود اومد. یعنی این سایی که من خودم این بود که همیشه اشرف نقطه اونو این که میتونستن آدم ها رو میگن. آقای سجودی متاسفانه صدا خوب نیست، نمیدونم این اگه بشه یکم کامپیوتر یا لپتاپ رو نزدیک کنید یا میکروفون رو یه جوری تغییر بدید. الان بهتر شد؟ الان خیلی عالی شد، بفرمایید. امیدوارم همینجوری وایسته صدا. بفرمایید. بله داشتم میگفتم وقتی که اشرف منتفی شد، یعنی آدم ها رو دیگه از اون قالب سیستم از اون شهر اشرف منتقل شدن، هم آلبانی هم توی مقر دیگری عراق. اسمش چیه؟ تو عراق محلشون که نگهداری میشن چیه؟ یکی لیبرتیه یکی اشرف بود. بعد اینجا که منتقل شدن دیگه نمیتونه سازمان اون اتوریتری که تو اشرف رو آدم ها داشته باشه، چرا که الان این همه آدم هم اومدن آلبانی، یه چشم و گوش به داخل آدم چشم داره، بیرون از خودش رو میبینه دیگه نمیتونه در اون حد نگهداره آدم ها رو. حتی با طبق شنیده ها، طبق اخبار، طبق به داخل شنیده های خودم، بخصوص از دوستایی که اونجا جدا شدن گاهن در ارتباطم باشون، خودشون هم میگن خیلی فشار روشون هست، رو همون افرادی که هنوز که هنوز تو کمپاشون نگهداشته میشه، ولی بازم نمیتونه دیگه مثل قبل سابقا آدم ها رو تحت کنترل خودش نگهداره. دقیقا همون اعمالی رو انجام میده که اونجا رو اشرف رو ما داشت، یعنی به همون فشارها، حتی الان خیلی خیلی بیشتر، تو ترسش از ریزش خیلی خیلی بیشتر شده الان، برای همین کنترل و فشار رو میبره بالا، ولی به نظر من هیچ فایده ای نداره. و همین داریم میبینیم، تو هفته گذشته یکی جدا شده در حد معاون بخش، و این نشون میده راه برای جدایی و منحل شدن کامل سازمان خیلی بازه. این نظر من. بله، خب لطف کنید در رابطه با صحبت‌های دیگه، در رابطه با زنان و این ماجرایی که چرا حتی در 8 مارچ ما ندیدیم به اون صورت خانم‌ها صحبت کنن و مردها بیشتر پیام میدادن و اینها، و اصلا رابطه سازمان مجاهدین با زنها چگونه است؟ اونجوری که خودش نشون میده زنها در برخلاف تو فرماندهی‌هاشون
حرف اول رو میزنن، ولی اصولا چون از جدایی زن ها از خودش خیلی خیلی بیشتر از مرداش میترسه، هیچ وقت به زن ها اون ارزش رو، خصوص الان که فقط داریم میبینیم مصاحبه هایی که این خانم هایی که ازش جدا شدن و گفتاشه، خیلی ترسش بیشتره نسبت به مرد ها. به نظر شخصی خودم این پیه، و برای همین من خودم فکر میکنم توی این 8 ماه خیلی کمتر ارزش داد به این که زناشون بیان مثلا مصاحبه کنن، زناشون پیام بدن. و نظر شخصی من این بود که آره، برای همین کلی از پیامهاشون یا مثلا تو سخنرانیاشون همش مرد بود. و من به نظرم زنا هم از این حرفایی که جدا شده های خانم بالاخره زدن خیلی تاثیر پذیرفتن. و به واقع من خودم هم با این که داخلش بودم و میشنوم همین حرفا رو، خودم برای خودم که 8 سال 9 سال بود داخلش بودم و اطلاعی از این حرف و از این موضوعات نداشتم، خودم برای من قابل باور نیست که برسه به این که آدم های بیرون از خودمون. برای همین به نظرم عادیه که از این موضوع وحشت داشته باشه و مردا رو بیاره مثلا جلوی دوربینا جلوی سخنرانی کنه. این نظر شخصی منه. بله، دوستان شکایت میکنن که صدا خوب نیست و من نمیدونم، اجازه بدید یک ویدیویی رو پخش کنیم، بعد توی این فاصله من و شما امتحان کنیم ببینیم راه حلی پیدا میکنیم. مثلا شما جای کامپیوتر رو تغییر بدید یا اینترنتتون رو یک کاری انجام بدید. اجازه بدید دوستان چند دقیقه ما وقت بدید تا باز هم با شما باشیم. مرسی. چهره خیلی خسته، عرض کنم خدمتتون، بسیار افسرده، مشخص بود که درونش نمیخواد باشه اینجا، ولی به یه صورتهایی محافظ براشون قرار داده بودن، نمیتونست حرفشو بزنه، حتی میتونم بگم شستشوی مغزیشون داده بودن. برادر من اون برادر 18 سال پیش نبود. من از قلب برادرم اطلاع داشتم، از رؤوفتش، از مهربونیش. زمانی که گفتم پدرم منتظرته، تخت بیمارستان خوابیده، و پدرم آخرین حرفش این بود که رو تخت بیمارستان گفت که من دارم میمیرم ولی فرهادم رو ندیدم، ولی متاسفانه اینم که بهش گفتم هیچ گونه اثری روش نذاشت. ما تصمیم گرفتیم برای دیدار فرزندان ما یا از سازمان‌های بین المللی کمک بخوایم فرزندان ما رو آزاد کنیم. ما این تصمیم گرفتیم، به کربلا اومدیم، به شهر بغداد اومدیم. بعد از 48 ساعت قبل ما یه تظاهراتی داشتیم در UN، اونجا به ما تعهد دادن، قول دادن، کار مساعدت به ما کردن که ما منافقی را ببینیم. رفتیم در مقرشون، با توجه به اینکه بعدی از آقای سرکرده های منافقین ما صحبت هایی داشتیم، اینا گفتن که ما 3 روز اطلاع داریم که شما اومدیم، میخوام بیایم پیش ما. ولی با بدترین رفتار انسانی، با بدترین رفتار انسانی که فوش، فحاشی، مشتلقت، دست به امریکایی بردن، با 4 تانک ماشین ما را محاصره کردن، همه ما را دستبند زدن. واقعا خانواده بودن که 20 سال، 18 سال، 15 سال خبر ندارن هم بچه هاشون. ببین اینا خانواده ایزن سیاسی باشن، اصلا هیچ علاقه هم به سیاست ندارن، فقط اومدن اطلاع پیدا کنن. چرا 18 سال بچه هاشون حتی نتونستن یه نامه، یه تلفن بزنن؟ ولی رفتیم اونجا، برخوردی که اونا با ما کردن. من آقای محبی رو با هم دستان زدن نزداشتن، تحویل نیروهای امریکایی دادن. ما همش 2 ساعت پیش بچه‌مون بودیم، 2 ساعت هم با 2 تا محافظ الکی هم ما رو این ور اون ور می‌بردن، 4 ساعت در خود سالون منتظر بچه‌مون بودیم. این دیدار بچه‌مون میاد نمیاد، الان میاد، هی دوستاش الکی نمیادن گفتن ما رو سر کار گذاشته بودن، ما رو تنها نذاشتن. 3-4 نفر محافظ گذاشته بودن که به هر صورتی من می‌خواستم جدا بشم، برادرم رو جدا کنم از اونا، باز دوباره به یه صورتهایی می اومدن ما را تعقیب می کردن. حتی به صورتهای مختلف از همون مجاهدین می اومدن به عنوان روبوسی، به صورتهای حال احوال، احوال پرسی، نمیدونم شما برادرشی، شما نمیدونم چقدر شکل همید، وقتمون را به این صورت وقت
میگرفتن. ما هم میخواستیم بچه با بچه ما صحبت کنیم، دو نفر اون بر بودن دو نفر این بر. من بچه من اول خیلی قشنگ صحبت کردم، این دلداری دادم که این نگرانی نباشه از من. بعد وقتی که از اینجا بلند شدیم آب خوردن یه فرانی، گفتم من نمیخورم آب خوردن، تو اول بیا بریم اون طرف قدم بزنیم، من گرمه. علیکی گفتم چهار تا صندلی اونجا بود بیرون، رفتیم با خانوم رو برداشتم، دیدم دو تا دیگر هم اومدم اون ور نشستن، دو تا این ور. اسمشون چیه پسر؟ پسر من محمد جواد نوروزی، بنده محمد نوری نوروزی هم. چند وقت ندیدیش؟ 16 سال. اینا نیذاشتن ما صحبت بکنیم که بچه منو حاضر بکنیم. گفت مطمئن باش، به مادرم بگو برمیگردم، اونم با ماشین برمیگردم. گفتم چطوری؟ چطوری؟ گفت اگه اینجا بگم بریدم 3 سال زندانم میکنن، بدبختر میشم. گفتم پس یه طریقی فرار کن. گفت اگه تونستم مطمئن باش فرار میکنم، منتظرم باش که فرار میکنم. 17 سال چشم برا هستم، بچه من باید بیاد. با کارت صلیب دارم، رفتم یو این نشون دادم به اون آقای، گفتم این کارت صلیب منه، بچه من از اردوگاه دزدیدی، بچه باید وقتی که اسارت تموم میشه مرخص میخوام بکنه باید تصمیم بگه. نه وسطه، وسطه یک سال تو اردوگاه هست اینه بدوزیم ببرین، اینجوری نیست. صلیب باید ما حمایت بکنه، صلیب از وسط اردوگاه بچه رو برداره ببره، وقتی که تبادل نشده، تبادل نشده نباید بچه رو ببره. کارت منه گرفت، گفت کارت میدی به من؟ یو این گفت کارت میدی به من؟ گفتم نه. کارت اومد نگاه کرد، کارت خون اینجا هم دادم آمریکای، کارت خون. گفتم بچه من اسیر بود، اسیر. چقدر اسیر جایی تو زندان منافق چکار میکنه؟ شما رو با خودم یه فکری با حال ما بکنه. بچه های ما بگه اخی زندگی نداشتن، چرا دربند اینا هست؟ سران اینا دارن به کشورهای خارج کار میکنن، زنهای متعدد دارن، اینا رو اینجا به بیکاری میکشن. خب دوستان عزیز، عذر میخوام ازتون. میبینید این فیلمی رو که پدر و مادرها رفتن، این مال سالها پیشه، ولی اگر سازمان مجاهدین فکر میکنه که الان روششون، رفتارشون با خانواده های اعضا فرق کرده، اون رو توضیح بدن، ما هم خوشحال میشیم. با آقای سجودی مقدار این اوضاع کامپیوتر و گوشی و میکروفون و اینها رو تغییر دادیم، امیدوارم که صدا بهتر شده باشه. آقای سجودی بفرمایید. من داشتم در مورد فشارها و این ابزارهایی که سازمان برای نگهداشتن افراد توی هنوز اسارت خودش استفاده میکنه داشتم صحبت میکردم. اینجا من فکر میکنم از دست دادن افراد حتی یک نفر، این همون موقعی بحث خود مسعود رجبی بود، میگفتن که کندن یک نفر از دولت ایران براش این کندن یه مو از تن خرسه، دقیقا همون معنی رو داره برای خودش. یعنی من خودم به نظر شخصی خودم خیلی، یعنی شده کابوس شبانه روزی خودش این موضوع. و اینکه واقعا فکر میکنم که مایی که جدا شدیم و حرف زدیم و به این نقطه رسوندیمش، این ترس واقعا تو وجودشه. من خودم به شخصه تا الان به این سوال که این حفظ کردن افراد با هر دلیلی رو، تو این سوال رو هنوز برای خودم، با این که یکی از عضو سازمانم بودم، جواب براش پیدا نکردم. ولی اینجوری همیشه با خودم جواب دادم که من به نظرم یه سفره‌ای هست که اینا واقعا دارن از توش میخورن، یه هیچ وقتم به قول اون طمع آدمی برای از خوردن مفت، حتی خونی باشه، حتی گوشتی باشه. یعنی رجوی هم دقیقا تو همین نقطه است. من فکر نمی کنم با این افراد، با این شرایط بتونه مثلا بگیم که آی رژیمی سرنگون میکنه، آی مثلا هنوز مثلا سینه سرنگونی هم میگه. بابا اینا همش واقعا خنده‌دار و از جوک هم واقعا خنده‌داره که به این بحثش هنوز بخواد ادامه بده. ولی اینکه چرا اصلا ضرورتش چیه که این آدم ها رو میخواد تره چنگ و اصالت خودش نگرداره، من خودم همیشه به این جواب خودم رو راضی کردم که داره میخوره دیگه، میخواد بخوره، بالاخره چند سال بعدم میمیره، بالاخره حالا اینا بالاخره چند سال اسیر بشن، چند سال از خانوادشون دور بشن، چند سال عاطفه نداشته باشن، چند سال مشکل جنسی پیدا نمیدونم بسازن باش، اصلا براش مهم نیست.
یه بحثم میخواستم بکنم در همین رابطه روابط جنسی درونی سازمان. انقدر به آدم ها فشار آورده که من شاید گفتنش برام یک کمی مشکل باشه، ولی واقعیتی هست که من شنیدم از دوستان خودم و از افرادی که جدا شدن جدیدن که این همجنس بازی تو سازمان خیلی بالا گرفت. یعنی نمونه هایی داشتم میگفتم، من خودم مو به تنه خودم سیخ میشد، میگفتن که تو لیبرتی یا اواخری که تو اشرف بودن همومای مردونه رو بالاهاشو میومدن بلوک میچیدن، بالاخره همون به همون راه داشت یا اون بالاش بلوش مثلا نیمه، ولی اونجا هم بسته بودن، یا مثلا زیر درها یه مثلا 20 سانت مثلا باز بود اونا رو گرفته بودن. چرا باید اینجوری باشه؟ مثلا چرا باید بابا بالاخره یه حس غریزی تو آدم، اگه نبود که نباید اصلا خدا یه همچین حسی به آدم میده، ولی اینکه اینو انقدر تحت فشار گذاشتی که پسر با پسر بالاخره تو چیز ایرانی، تو فرهنگ ایرانی خودمون این یه اصلا یه کریهه یه همچین رابطه ای. ولی خب چندین موارد گفتن که اصلا من خودم منقلب شدم، حتی میگم راحت میتونم بگم با اینکه سختم هست، پسرخاله خودم اونجاست، دو تا پسرخاله من دارم هنوز تحت اسارت سازمان که اون موقعی من داشتم میومدم بیرون نذاشتن، یعنی موقعیتش نبود و واقعیتش این بود که من خودم میترسیدم مثلا بگم که من میخوام مثلا همچین کاری بکنم، میخوام برم مثلا تو هم بیا. ولی چندین فاکت گفتن دوستام که پسرخالت مثلا با فلانی، پسرخالت با فلانی، اصلا یک جورایی خیلی 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 چیزم نفرتم شدیدتر شد که یه همچین انقدر فشار بیارن که پسر با پسر یا مثلا مرد با مرد به دید کالایی نسبت به زن داره به پسرم یه همچین دیدی داشته باشه. یعنی این خیلی خیلی مضحکه یه همچین موضوعی. آقای سجودی یکی از دوستان نوشته که خطاب با آقای رجوی که یک روز نوکر صدام حسین بود و امروز نوکر آمریکا شده است، بر چشم غیر گر بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشسته ای. این هم دوستانی که بیننده برنامه هستن گاهی وقتی نظرشون رو میدن و به اصطلاح من برای شما اون زیر اسکایپ هم نوشتم. دوستان اگر پرسشی دارید و یا نظری دارید با شماره تلفنی که روی صفحه میاد و میمونه 15 ثانیه تماس بگیرید، پیام بگذارید، پیام های شما و ایمیل های شما برای کانون آقا و این دوستان ارسال میشه، اونها پاسخ میدن. خب بفرمایید دنباله صحبتتون رو. در آخرین پیامی که مریم برای افراد و جدا شده هاش فرستاده بوده، حتی به آدمایی که یعنی تحت الامر اساسی، یعنی واقعا اعتقادی خود سازمان توی لیبرتی و توی به خصوص تو آلبانی، حتی گفته که از هر نوع، از هر شیوهی حتی برخلاف اعتقادات سازمان استفاده کنن و که افرادو همینجوری تحت اسارت خودش نگه دارن. چرا مثلا بخواد یه همچین حرفی رو بزنه؟ خیلی بحث به نظرم خیلی داغیه. بالاخره سازمانی که از 1% عقاید خودش کوتاه نمی اومد، الان مثلا یه چیزایی بالاخره تو آلبانی اتفاقاتی میفته که به نظرم سازمان یه جورایی حسودیش میشه، یه جورایی هم مثلا میترسه، نه بگیم مثلا حسادت از این از روی ترس. مثلا آخرین باری که جشنی برای اعضای جدا شده از طرف کمیساریا ترتیب داده شده بود که تو این جشن دوستام هم خودش میگفتن رفتیم تو دیدیم مشروبات الکلی، مثلا آدمای عادی مثلا لباسای مبدل خوشگل نشسته بودن، ما باشون رقصیدیم، گفتیم، خندیدیم، و هم چند تا جاسوسی هم که فرستاده بودن، سازمان فرستاده بود تو همین چیز، و این افراد بعدا برای اعضای مثلا داخل سازمان میرفتم تو گزارش دادونم و بالاخره با اونا در ارتباط هم میبینن، تعریف میکردن. سازمان
یه جورایی چیزی میترسه و به این که مثلا اینایی که جدا شدن یه همچین چیزی ببینم و اونایی که هنوز داخلن بخوام مثلا توی هنوز استحکام اون چیز آهنی خودش مثلا نگهداره، یه جورایی براش قابل فهم و درک نبوده. برای همینم هم پیام میفرسته مریم که آره شما هر جور بالاخره خلاف اعتقادات حتی سازمانم شده هر کاری بکنیم ولی این آدم ها رو پیش خودتون نگهداریم. یعنی به این حد رسیده که حتی از پایه های و ستون های خودش کم میاد، ستون های اعتقادی و ایدئولوژیک خودش کم میاد که این افراد رو نگهداره. من به نظرم قبلن هم گفتم ترسش فقط از اینه که افراد جدا شده تو اروپا زیاد بشن و اینکه به حق بودن حرف ماها رو اثبات میکنه. یعنی مثلا ما یه گروه کوچکیم، بالاخره مثلا هیچ وقت هم توی همایش هامون یا مثلا آکسیون هامون ندیدیم مثلا بیشتر از بکنم 50-60 نفر باشه، ولی همینقدر و اینقدر فشار آورده و خیلی هم راضی و خوشحالم که مسعود رجبی مثلا میاد پیام میده که دشمن اصلی ما جدا شده هان. یا مثلا آخرین باری که من خودم میخوام شخصا برم شکایت کنم از طرز جونم، مسعود رجبی گفته که آخرین بار جدا شده ها رو توی خاک اروپا هر کجا دیدین به افرادش گفته اینو مزدوراش بزنین بکشین از زندان، هیچ ترسی نداشته باشین، فوق باش چند سال میرین زندان ولی با پول میخریم زندانت. و این یه تهدید خیلی اساسیه دیگه. واقعا من از موقعی که اینو شنیدم به واقع خودم مثلا هیچ رایی ترسی تو وجود، چون میگم بهتونم گفتم من خونه منو شخصا میشناسن، چندین بارم برا من آدم فرستاده بودن که بیا و اون ولی کار نکن، بیا مثلا انقدر پول میدیم بیا دوباره برگرد پیش ما. همین شیوه رو دقیقا همون جد به جدا شده های خودش تو آلبانی هم استفاده میکنه. من شنیدم پولای خیلی خیلی بزرگی هم به افرادی که 150-160 نفر فکر کنم هستن جدا شدن از دوستامون که توی کمپی هم نگهداریم شد، به همون هم همین شیوه ها رو میره باهاشون. بابا آخه من میگم یک آدمی بیاد اروپا و تو شما فکر کنید تو اروپا مثلا از اینترنت نداشته باشن یا مثلا نگهبانی سیطره نمیدونم شبانه نگهبانی شبانه بدن یا مثلا تلویزیون بیرون از تلویزیون سازمان مجاهدین نبینن یا مثلا به طوری که داخل مقره آلبانی با دوربینای مدار بسته که جواد خراسان هم شنیدم که مسئول اصلیشه دوربین مدار بسته بود داشته از خواب و نمیدونم خوراک و نمیدونم قدم زدن یا مثلا محفل، اون موقع میگفتم محفل که دو نفری با هم صحبت نکنن. آخه چرا؟ آخه چیز موسیقی خنده‌داریه آقای سجودی. شما خیلی خلاصه به اون ساعت سین که توی مقاله‌ای هم مسکه نوشته بودید به اصطلاح اشاره کردید، ولی دوستان سوال میکنن. شما در مقاله اخیرتان گفتید ساعت سین برای رجبی فرا رسیده، یعنی چه؟ یه سوال دیگه ای که باز از شما شده و الان هم شما صحبت کردید نوشتن که یعنی سازمان شما رو تهدید میکنه یا موجب ایزار آزارشون شده. اجازه بدید من اینو براتون میخونم، شما لطف کنید به اون قسمت ساعت سین برای رجبی فرا رسیده پاسخ بدید تا من اون سوال رو هم بخونم. من طبق نوشته ای که خودم نوشتم تو سایت ایران قلم، اول صحبت هم گفتم از اونجای شروع شد که ظرف تشکیلاتی و اساسی سازمان که اشرف بود و همه هموغمش این بود که اون اشرف حتی الان مثلا میخواد که توی عراق یه تشکیلات آنچنانی بالاخره دوباره راه بندازه، حتی مثلا شده تو آلبانی هم میخواد که راه بندازه، ولی نمیتونه دیگه، اون توان تبدیل رو نداره، اون هیستری که اون اتوریتهی که تو اشرف روی آدم ها داشت، یه مکانی بود محافظت شده با مثلا چارچوب 6 سلیش 8 سلیش نگهبان داشته باشه و تشکیلات خیلی قوی که آدم ها اصلا نمیتونستن
جیک و پوکشون رو مثلا به هم بگه دیگه. اون ظرف برداشته شده، الان دنیای آزاد. الان مثلا میگم آدم ها اومدن تو آلبانی، آدم های معمولی میبینن اروپا، بالاخره یه بخشی از اروپاست. این حس عاطفه و حس زندگی طلبی آدم که تا ابد و درک نمیتونه که تحت سیطره خودش نگه داره مسعود یا مثلا مریم یا مثلا افراد مزدورش. بله، یه لیستی هم صادر شده که اسامی گویا 120 نفر از جدا شده های جدید درش هست، درسته؟ بله منم خوندم. بله آقای سجودی، دوستان میپرسن شما ادعا دارید که در سازمان مجاهدین نقض حقوق بشر اعمال میشود، منظورتان از نقض حقوق بشر چیست؟ مگر افراد در درون سازمان زبان ندارند که اعتراض کنند؟ نقض حقوق بشر همین که بهتون میگم، شما الان مثلا فکر کنین که من پسرخاله خودم اون توه، یه مثال ساده است، نمیتونم با این پسرخاله خودم رابطه فامیلی خودم رو داشته باشم، این حقوق نقض حقوق بشر نیست، پس دیگه. و نمیتونم مثلا یه ساعت مثلا جدای از اون مثلا فرمانده هم یا مثلا یکی از مسئولانشون مثلا بشینم با پسرخالم در مورد خانواده‌ام صحبت کنم، یا مثلا آقا امکان دسترسی به اینترنت دارم، من 9 سال بوده با خانواده خودم صحبت نکرده بودم، خانواده من فکر میکردم من مردم و برای من قبر درست کرده بودن، مادر من سر خبر نداشتن من از من 3 بار سکته کرد، آخرش هم 4 سال پیش فوت کرد و من اصلا مادرم رو ندیدم. اینا همشون نقض حقوقه، اینا فاکتور خیلی کوچولویه، ولی اینکه خب خیلی از آدمایی که معترض بودم و میخواستم برم بیرون، اصلا من دو سه تا فاکت خودم دیده بودم که اصلا ما نفهمیدیم این آدم ها چی شدن. حالا مثلا قبرهای کشف میشه تو اشرف که آره نشون میده که آره مثلا فلانی اون موقع نیست شده بود الان تو اونجا چال شده بوده. اینا همه شد نقض حقوق بشرهاییه که سازمان اصلا به طرز فجیع ضد انسانی با آدم ها رفتار میکنه. بله ممنونم، این سوال جالبیه. میگه که شما باور دارید که سازمان‌های سیاسی باید آزادانه فعالیت کنند؟ اگر باور دارید پس چرا این همه به سازمان مجاهدین گیر می‌دهید؟ آخه من این بحث رو اینجوری بهتون جواب میدم، آزادانه داریم تا آزادانه، وقتی سازمانی که ایدئولوژیش اینه که یک جامعه بی‌طبقه توحیدی و اینکه زن و مرد با هم مساوی باشه و اینکه افراد با هم مساوی باشن، آزاد باشن و عقیدهشون رو مثلا بگن، حرف میزنه و اعتقادش هم بر اینه، مثلا چرا نمیذاره که مثلا اعضای خانواده‌هایی که میان مثلا جلوی درهای اشرف یا لیبرتی، مثلا چرا نمیذاره این آدم خانواده‌های خودشون رو ببینن؟ این آزادیه به نظرتون؟ نه. یا مثلا فاکتور دیگه، بله ممنونم. نوشتن که آیا الان مجاهدین در آلمان مزاحمتان میشوند، هستند، اذیتتان میکنند؟ بذارید من برای دوستان بگم که وقتی از شما سوال کردم که بنویسم که شما کجا هستید، شما گفتید بله بنویس آلمان، اسم شهرم هم بنویس چون آدرسم هم میدونن، همه چی رو میدونن، و من یه مقداری خندیدم. بفرمایید که آیا مجاهدین در آلمان مزاحم شما میشن، اذیتتان میکنن و ماجرا به چه صورت است؟ مزاحم که چه عرض کنم، من نه تنها آلمان، کل اروپا به نظرم همینجوریه و شما خودتونم تو سایت های مختلف عکسایی که ما رو زدن و فحاشی کردن رو دیدین تو آلمان. آره به شخص من چندین بارم، یه بارم مقاله زده بودم سر یه بکنم اسمشم، اسم کوچیکش رو میدونستم ولی اسم فامیلیشو نه، چندین بار اومد سراغم گفت که بیا ما اینقدر بهت پول میدیم اگه تو مشکل مادی داری. من مثلا گاهی تعجب میکردم مثلا آدرس خونه من هر کجا در آورده بودن، یا مثلا چندین بار من شاید بهتون میگم 20 بار تلفن شماره رو عوض کردم تا الان، ولی با این حال اصلا نمیدونم از چه راهایی اینا تلفن شماره منو پیدا میکنه، یا مثلا زنگ میزنم میگم بیا قرار بزنیم، بیا نمیدونم
فلانقدر پول بدیم بیا نمیدونم این کار با اونا کار نکن بیا بازم برگرد اصلا نه نه با ما کار کن نه با اونا حرفی نزن بیا زندگی عادی خودتو بکن ما تامینت هم میکنیم نمیدونم دفعه پیش مثلا به یکی گفته بودن که شما هانوفر شهر خوبی نیست که تو داری توش زندگی میکنی شما بیا ببریمتون مونیخ یا برلین اونجا خونه بهت میدیم نمیدونم فلان امکاناتو برات کار پیدا میکنیم یا مثلا فوق فوش تو مثلا جلوی میز کتابی از ما مثلا وای میستی اینقدر مثلا اینا تهدید نیست تا الان تهدید آنچنانی نشدم تهدید من اینجوری بهتون میتونم بگم که آخری باری که ما همیشه هر جایی میریم آکسیوم بذاریم واقعا در همیشه باید پلیس باشه چون خب ترس از جونمون واقعیه آخری باری که ما تو پاریس بودیم به طرزی حمله کردن به ما و فحشایی که من اون موقع از دهن اینا شنیدم باور کنین فحشا بگذارم تو هیچ مو تو 28 29 سال دوران زندگیم نشنیده بودم یعنی به پدر به مادر به خانواده همه رو کلا جمع و جور کردن یعنی من واقعا خیلی کریه بودن و اصلا براشون مهم نبود که مثلا طرف بزنم بمیره نمیره برای همینم دو سه نفرمون بودن که توی کوچه‌ای گیر انداختن انقدر زدن که یکی از دو سه تا بچه‌هامون یه ماه دو ماه بودن تو بیمارستان بودن تهدید همینه دیگه حالا مثلا این نیست که حتما مثلا بیاد در خونم مثلا بزنه مثلا منو بکشه یا بره دوستان سوال میکنن که با این همه افرادی که از سازمان جدا شدن چرا در سازمان مجاهدین انشعاب صورت نمیگیرن نمیذاره که انشعاب صورت بگیره یعنی هیچ وقت آدمایی که داخل سازمانن حرف خودشونو نمیتونن بگن یعنی یا گفتنش شاید چیز باشه توضیحش یه کمی سخت باشه ولی آدم ها اون چیزی که تو ذهنشون میگذره با اون چیزی که میگن 180 درجه اختلاف داره یعنی اون چیزی رو شما باید بگیم و عمل کنید که به شما دستور میدن یعنی اختیارت هیچ وقت دست خودت نیست یعنی مرزشویی که میگن 100 درصد به نظرم و اینکه میگم مثلا من ممکنه به مثلا به خانواده‌ام فکر کنم یا مثلا ممکنه برای من مثلا ملاقاتی پیش بیاد که من خیلی دوست دارم حرفای خودم رو بزنم برای همینم شده بود مثلا 6-7 بار من پسر خالم که آخری بار جدا شده بود مثال شخصی خودمه ما باید میرفتیم با آمریکایی‌ها مصاحبه میکردیم و پسر خالم هم اونجا من خیلی دوست داشتم مثلا حرفای خودم رو بزنم بالاخره حرفای اونا رو هم بشنوم ببینم مثلا برای آینده‌ام بالاخره کدومش خوبه ولی مثلا قبلش یه هفته قبلش ما رو مثلا هر روز 2 ساعت توجیه میکردن که مثلا ببین رفتی اونجا این حرف رو زدن تکون لرزش نکنی یا بدون که مثلا از این لحاظه این حرف رو زدن اینجوری تو فقط باید این حرف رو بزنی ما مثلا تو اتاق گوشی گذاشتیم دوربین گذاشتیم و حرفای تو رو میشنویم اگه مثلا چیز شد یعنی انقدر ترس و لرز به وجود می آوردن تو ذهن و وجودت که تو واقعا کنترل نداشتی رو اون چیزایی که شاید هم گاهن هم اصلا از یادم میرفت میگم 6-7 بار رفتم پیش آمریکایی‌ها همه اون چیزایی که برای خودم برنامه چیده بودم اینا عکسش کردن که هیچ 180 تام گذاشتن روش اینا رو باید تعقیب بدی یعنی کوچکترین حرکتی رو میکشوندم به جمع و انقدر تو رو تو جمعای خیلی بزرگ حالا بزرگ و کوچیک تحقیرت میکردن که فوش ناسزا گاهن خیلی از نشستامون درگیری پیش میومد مثلا میومدن میزدن تو گوشمون یا مثلا نمیدونم اعلانت میکنیم بلانت میکنیم یعنی انقدر ترس و فشار بود که هیچ وقت آدما آزادانه نمیتونستن تصمیم بگیرن آزادانه نمیتونستن حرف خودشونو بزنن بله خیلی ممنون یکی از دوستان نوشتن که اجازه بدین من این رو اینجا نشون بدم که بله نوشتن که معمولا آقای رجوی غیبت صغرا زیاد داشتن ولی این دفعه غیبت کبرا دارن این دفعه خیلی وقت هست که از رجوی خبری نیست واقعا جریان چیه مخصوصا بعد از بسته شدن کامل قرارگاه اشرف در 10 سپتامبر 2013 رجوی کاملا غیبش زده به نظر شما رجوی کجاست حالا یه بحثی بود اون موقع که برای ما نشست میذاشت همه فکر میکردن که یعنی هممون داخل اشرف بودیم فکر میکردیم که این همیشه پیش خود ماست
یعنی داخل اشرفه. و طبق میگم اون چیزی هم که خودش بیرونی نشون داشت میداد و اینکه اشرف رو ترک نمی کردن، این هم کشته دادن کشته و یا مثلا چند نفرشون هم مثلا غیب شدن و اصلا اثری هم ازشون نیست، به یعنی شواهد آنگونه نشان میده که این همیشه داخل اشرف بوده و میخواستن یه جورایی این از اشرف نجات بدن یا مثلا ببرن یه کشور دیگه. ولی به نظرم من خودم برای این سوال همچین جواب آنچنانی نمیتونم بدم که کجاست، واقعا نمیدونم کجاست. ولی به نظرم یه جورایی آقای سجودی، یعنی میخوام بگید به غیر از این موقع وقتهای دیگری هم بوده که ایشون نبودتش و یه جوری میخواستن به ماها بقبولن که هست؟ دقیقاً خیلی وقتا پیش، یا مثلا شاید برای ما نشست میذاشت ما فکر میکردیم مثلا واقعا زنده است یا مثلا همینجاست پیش خودمونه، ولی خب میگم اون چیزی که نشون میدادن این بود. ولی خیلی ساله به قولش خود شما یا مثلا خود شنوندا، خیلی ساله از این آدم اصلا اثری نیست و دورادور شاید مثلا از طریق مریم یه چیزی هوای آدم ها رو داشته باشه، ولی به نظرم از ترسش رفته تو سوراخ موشی که نمیدونم، میگم شخصا نمیدونم کجای دنیا. ولی و آدم ها فقط میخوام بقبولونن که یعنی دلخوشی تو آدم ها باشه، بالاخره میگم مرسویی کردن، فقط هم مسعود رجبی مثلا رهبرشونه. یعنی اگر اتفاقی افتاده باشه اینا میترسن که عنوان کنن، چون میدونن اگر بگن که رجبی نیست به اصطلاح این محور از بین میره و این دایره باز میشه و سازمان دیگه وجود نخواهد داشت، درسته؟ دقیقاً. به نظرم میگم بعد اینکه اشرف منحل شد، این تنها سلاحیه یا مثلا تنها دلخوشی تو حتی اعضا و کادرهای خیلی بزرگشون، یا مثلا میگم دیگه الان راه انقدر باز شده که کادرهای خیلی خیلی بالاشون میان آقا دستشون بالا میکنن، من میخوام برم دنبال زندگی خودم، یعنی دیگه ترسی آنچنانی وجود نداره از خارج شدن از سازمان، خیلی راه باز شده. بله. و این میگم تنها چیزی که تو مغزا الان میتونه ازش استفاده کنه همینی که مسعود رجبی هنوز هست و عقایدمون هنوز هست، طبق این که بنابراین گفتم هم بهتون هنوزم که هنوز با این اوضاع خیلی در هم بر هم تشکیلاتی و ایدئولوژیک و سازمانی خودش دم از سینه سرنگونی میزنه جوکه دیگه. ممنونم از شما اشاره کردیم به افرادی که روبوده شدند و خبری ازشون نیست. دوستمون نوشته که آن هفت نفری که روبوده شدند سرنوشتشان چی بود؟ خود سازمان هم در این رابطه هیچ فعالیتی نمی کند، به نظر مشکوک نمی آید. ضمناً دوست دیگری سوال کرده چرا اون 40 و چند نفری که از اشرف باقی موندن هیچ وقت صحبت نکردن، مخصوصا که سازمان مجاهدین تلویزیون داره، دوربین داره، ویدیو داره و میتونه با اینها صحبت کنه، مصاحبه کنه و توی این کار خوب بودن، چرا هیچ وقت این کارو نکردن؟ ما تو این در مورد این بحث با دوستامون هم که صحبت میکردیم، من خودم شخصا نظرم اینه که این کار زیر نظر خود سازمان بود، سازمانی که مثلا از قطع شدن آب که به دروغ کلی بیانیه میده از طریق وکلاش تو سوئیس، از طریق وکلاش تو اروپا، از طریق نمیدونم فلان نماینده چیز، نمیدونم عوام، نمیدونم حالا با هر چیزی پیام میده به بیرون خودش، آی تو اشرف مثلا دماغ یکی خونومه، ولی سر این موضوع اصلا دنبالش هم نگرفت، فقط تنها دلیلش همینه که آقا تحت چیز یعنی کار خود سازمان بوده و نمیخواست روشن بزنه که آدما بدونن، بیرون از خودش بدونن که بالاخره چه اتفاقی اونجا گذاشت اتفاق افتاد. میگم این هفت نفر الان دقیقا خودش میدونه کجاست و یا مثلا شاید خودش مثلا بنا به همون کاری که خودش میکنه مثلا گاهن پاسپورتای چه میدونم دروغکی درست میکنه و آدما رو میفرسته اروپا. من میگم شگردای خود سازمانه، یعنی به قول شما آدمایی هم که از اون داستان باقی موندن هیچ وقت مثلا نیومدن تو تلویزیون خودشون بگن که آقا بالاخره این 6-7 نفر داستانشون چی شد، بله کجان، مردن، زندن. میگم از روی این که هیچ بحثی را ننداخت روی این و خیلی ساکت گذاشت، این علامت سوال بزرگی رو شگرده و اون حیله های خودشه. به نظرم
از غیر این نیست. آقای سجودی من بسیار از شما ممنونم. دوستان عزیز اگر پرسشی دارید یا نظری دارید از طریق وبسایت کانون آوا، آوا خط فاصله association.de یا از طریق فیسبوک این دوستان یا از طریق اینفورمیشنی که در روی صفحه تلویزیون و کامپیوترهاتون میبینید، شماره تلفن و ایمیلی که هست با ما تماس بگیرید، پرسش هاتون رو بپرسید، نظرتون رو مطرح کنید، حتما این دوستان پاسخ میدن. اگر صحبتی دارید بفرمایید و ما هم گوش میدیم و امیدواریم که مسئولین سازمان مجاهدین هم تصمیم بگیرن که اونها هم بیان صحبت کنن و نظراتشون رو درباره گفته های شما به بینندگان ارائه کنن. بفرمایید. من صحبت خاصی ندارم، همین که تشکر میکنم از اینکه این وقت در اختیار من گذاشتین و اینکه من به دوستای خودم بخصوص دوتا پسرخاله هایی که هنوز که هنوز تحت اسارت سازمانم میخواستم بهشون بگم اگه واقعا صدای منو بشنون، بدون اینکه خیلی دوستشون دارم و این فعالیت هایی هم که میکنیم اصلا اونجوری نیست که سازمان به گوشتون، به گوش آدمایی که اون توه میرسونه، چون میگم تحت آخرین روابطی که با اعضای جداشته داشتن همیشه همشون میترسیدن، میگفتن که بابا اونجوری که سازمان به ما گفته شما مزدور وزارت اطلاعات ایران اینو با اونا کار میکنین و پول میگیرین و فلان میکنین و والا اینجوری که نیست. ما داریم واقعیت هایی که خود شماها خود من اون تو دیدم و دارم میگم برای بیرون از خودم و شفاف سازی کنم که چه بلایی داره سر شما میاد. آخه میگم تا کی مثلا من خودم از 16 سالگی رفتم داخل اون سازمان، 25 سالگی اومدم بیرون، تو همین میزان سال حتی کم که من بودم بالاخره تو همین میزان سال خیلی چیزا داخل من کشته شد که هنوزم که هنوزه هیچ وقت بر نگشته. تو همین میگم مدت کوتاهی عواطفی از من کشته شد دیگه هیچ وقت بر نگشته. برای همین میگم پیامم به همشون اینه که خیلی دوستشون دارم و اینکه این کارهایی که ما میکنیم فقط کمکی هست، یه ناچیزی که بتونیم عالم و آدم رو به گوش عالم و آدم برسونیم که شما نجات پیدا کنیم و به زندگی دلخواه خودتون برسیم. همین. بسیار از شما ممنونم، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. من میتونم یه سوال کنم؟ شما میتونید اگر مایل نباشید پاسخ ندید. شما که الان در آلمان هستید اقامتتون دائم هست، چگونه هست؟ آیا از اونجا دوست دارید به کشور دیگه‌ای برید یا اینکه امیدتون این هست که به ایران برگردید؟ یه مقداری بگین، مخصوصا شما من میبینم یکی از چهره‌های جوانی هستید که خیلی نمیدونم با واقعا لطف میکنید که میگید مدت کوتاهی اونجا بودید، ولی 9 سال برای کسی که 25 6 سالش بوده آمده بیرون یعنی بیش از یک سوم عمرتون رو اون موقع شما اونجا گذروندید، ولی اینجوری اینقدر خازانه میگید که مدت زیادی نبود و هنوز هم عشق علاقتون رو به دوستانی که اونجا هستن نشون میدید. برای افرادی مثل من که مایل هستن بدونن حالا شما دنبال چه سرنوشتی هستید، بعد این همه سال ایده به اصطلاح امید و آرزوتون چی هست، اگه مایل باشید یه مقدار صحبت کنید. من اقامتم دائمیه، اقامت دائمیمو گرفتم، یعنی تا ابد و دهر دیگه میشه گفت که آلمانی خواهم بود، ولی باور کنین یک لحظه اینجا ایرانو یا موندن نشستم پیش خانوادم و 100 تا پاسپورت آلمانی هم نمیدم، یعنی به شخصه خودم هم. با اینکه خیلی دوست دارم بالاخره آلمان اومدم رشد کنم، الانم میگم دارم درس میکنم، انشالله اون مدرکی که بخوام بگیرم خیلی برام برای ادامه زندگیم خیلی خوبه، ولی انقدری که من تو این سالیان دلم برای خانوادم تنگ شده و برای شهر خودم تنگ شده، گاهنم میگم از شدت فشار دلتنگی پیش خودم وای میسم مثلا گریه میکنم و خودم رو خالی میکنم. خیلی دوست دارم موفق بشم ولی هیچ وقت تو ذهنم این نبوده و برنامه آیندم این نیست که همیشه بخوام من تو آلمان زندگی کنم. من همیشه با خودم برنامه چیدم بذار همم بدونن پاسپورت آلمانی گرفتم مستقیم برگردم برم ایران زندگی. من از شما ممنونم، آرزو میکنم که موفق باشید و به زودی این گریه ها تبدیل به خنده بشه، آخر هفته خوبی داشته باشید. مرسی که با ما بودید. تشکر میکنم، سلامت باشین، شب شما خوش. قربان شما، خدا نگهدار، به امید دیدارتون. دوستان عزیز با دوستانی بودیم که سالهای سال در سازمان مجاهدین بودن، بعد از اینکه فهمیدن اون آرزوها امیدها
و خواسته هاشون اون چیزی نیست که سازمان امروز عمل میکنه، تصمیم گرفتن جدا بشن. متاسفانه با رفتار بدی از سوی سازمان مواجه شدن. بعضی از اونها ساکت هستن و صحبت نمی کنن، بعضی از اونها تصمیم گرفتن که بیان و با شما باشن. شما هم اگه افرادی رو میشناسید که در سازمان بودن و مایل هستن که بیان و صحبت کنن، لطف کنید بگید یا با من با تلویزیون مردم تماس بگیرن یا با کانون آوا تا ترتیب مصاحبه هایی برای ایشون داده بشه. باز هم یک بار دیگه از دوستان مجاهد میخواییم که اگر مایل هستن صحبت کنن بیایند و از تلویزیون مردم صحبت کنن و نظرات خودشون رو بگن. ما سعی بر این داریم که اینجا یک سکوی ارتباطی باشه بین دوستان در هر سازمانی که هستن، با هر عقیده و دین و مذهبی که هستن، و شما بینندگانی که هر جای دنیا هستید میتونید باشید و نظر بدید. پس به دنباله برنامه با یکی دوتا از این ویدیوهایی که دوستان جدا شده از مجاهدین به اصطلاح فرستادن برای شما پخش میکنیم و باز هم عرض میکنم اگر پرسشی یا نظری دارید حتما با ما تماس بگیرید. مرسی که با تلویزیون مردم و با کانون آوا بودید. روز و روزگار بر شما خوش. اصلا ما کاری نداشتیم، ما فقط خواستیم بچه هامونو برگردونیم که خواسته بچه هامونم بود. چهره خیلی خسته